ریاست کار حفظ و مراقبت شرولی کابل با مساعد شدن هوا کار ترمیم و نصب جدولهای سرک چراهی میدان هوایی به استقامت چراهی هنگرها را اثر گرفت. جدولهایی که قابل ترمیم نباشد بجای آن جدول جدید نصب می شود و متبقی جدولها به شکل معیاری و اساسی ترمیم خواهد شد. ساعتی که پلرهای ازی مکمل تخریب شده شاریده به اثر گذشت زمان و سردی هوا این مکملی پلرهای تخریبی تعویض میشه به جایش پلرهای جدید نصب میشه و این پلرهای جدید که از یا با معیارهای انجینری برابر است. جدولهای سرک در قسمت تقسیم جریان ترافیک ایجاد زیبایی و توسعه گلدانها از جریان مهم سرک ها میباشد. فعلا ما شما در موقعی قرار داریم سرک اشتاد مره میدان هوایی است که فعلا نمیجا کار جریان داره. این سرک تقریبا یک سه ماه پیشتر کاری از این شروع شده بود، به نسبت سردی هوا کاری از این توقف شد. دیگه این سرک در حدود 4.5 کیلومتر طول داره که از خود چارهی میدان لا چارهی شهید که 2 کیلومتر از این قبلا ترمیم شده، 2.5 کیلومتر از این کار جریان داره. کاری از این طوری است که ساعتی که پلرهای از این مکمل تخریب شده شاریده به اثر گذشت زمان و سردی هوا این مکمل پلرهای تخریبی تعویض میشه به جایش پلرهای جدید نصب میشه و این پلرهای جدید که از یا با معیارهای پذیرفته انجینری با لابرادوار و مقاومت بالا یا کلی از یاد جور شده دیگه امشالا پلرهای ما با معیارهای انجینری برابر است. به ادامه کمپاین سرتاسری نهالشانی امروز ریاست سرسبزی شاروالی کابل در پهلوی غرس نهالهای مختلف النوع کار شاندن گلهای مرسل و زینتی را از چهارراهی بست ناحیه چهارم آغاز کرد و این کار توسعه می‌یابد. مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شاروالی کابل گفت که به منظور ایجاد زیبایی و تراوت در گلدانها، پارکها و نقاط بارز سطح شهر قرار است به تعداد 200 هزار بوته گل مرسل غرس و مراقبت شود. 10 هزار بوته گل مرسل در گلدانهای سرکهای منتهی به چهارراهی بست، مارکت و ساحات همجوار غرس می شود. این گلها از طریق قوریه های ریاست سرسبزی شاروالی کابل آماده شده است. من دلتا داده تقریبا ده لزر شاوخا ده سالورلاری که او پا ده گلدانونو که منگا مرسل گلان و کرل او افتتام کنن.
وی توقع برد که شهروندان در حفظ و نگه داشتن نهال ها و گل ها شاروالی کابل را یاری رسانند تا به همکاری یکدیگر شاهد کابل زیبا و سرسبز باشیم. رئیس سرسبزی شاروالی کابل تاکید کرد که فصل نهال شانی فرصت خوبی برای توسعه و گسترش سرسبزی شهر کابل است. نباید این فرصت پیش آمد را از دست دهیم و لازم است که هر شهروند حداقل با غرس یک نهال سهم ملی و دینی خویش را ادا سازد. گلبته‌های رنگارنگ گلبته‌ها را میرن. ما از شهروالی بسیار خوش هستیم، تشکری میکنیم و از شهروندای عزیز خودم باید دسته گل، دسته پارک، دسته دیگه خرابکاری نکنند که به نقص وطن ما شما تمام میشه. اسم مغازی است، باشنده کابل هستم، فعلا در نایه عبده زندگی میکنم و خودم فعلا در چارای گل سرخ قرار دارم. خودم دریور از این موتر مازدا هستم. دیگه ما امسال با فضل خدا و کریم دیدیم همی شهروالی کابل بسیار خدمت میکنه، تا در او بغل پارک دیدیم و میکش به خود که قیره بر ما آوردن، قیره زیر زمین کشیدن، درخت به جای دیگه درخت شاندن و فعلا هم گلبته های رنگ و رنگ گلبته ها را میرن. ما از شهروالی بسیار خوش هستیم، تشکری میکنیم و از شهروندای عزیز خودم باید دسته گل، دسته پارک، دسته دیگه خرابکاری نکنند که به نقص وطن ما شما تمام میشه. عبدالحکیم در چرای گل سرخ سیدن که پوسو دلتا خو ماشاءالله دی شروال لطرپا اینه سای سرسبزی لطرپا اینه دا کاروان دا دیر شو ماشاءالله سی دا شل کالا که اینه دمرا پانیت ندا سا اینه دا اونه چولی راوی استن پوسو لبیخا کانگریتو ترکولو دا شویان تیرلاندی دا اونه ایچ کش نکو پوسو بیخی نجب جای باندی ولاری و بی ورکوالی خو بی پایده وی نوست ماشاءالله انشاءالله دار راوی استمی و آقا کنگریچ و آقا جغالی جنه لیره که بیرت لسر اکینه ولی انشاءالله نوستی وست بندیست دا چرای بم شایسته سی دا منطقه بم شایسته سی. داده گل سرخ سلور لاره ده دلتا تقریبا یو جمعه مخ که منگه کار شروع کرده داغ گلدانو نا دا پقیر سرک بنده لپاس جوڑ سیو دا کم یوانی سی تاسی گوری دا لسکلنی و دولسکلنی ونی دی سه هیت سروش ده تروس نده کرده سکال یو جمعه کی گی منگه دلتا زراعتی خور را نخل کرده از ساختمانی مواد او کم پوخ کیر چیو اغم لرک دی دی جنم ویست او زراعتی خاورم را نقل کړه. اوس منګه دلته دا تقریبا د لس زره شاوخوا د څلور لارې کې او په دې ګلدانونو کې منګه مرسل ګلان وکرل او اختتام کنن انشاءالله نتیجه به ښیي.